درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نژاد هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان، یکی دیگه از سلسله برنامه‌های جنبش رنسانس ایرانی رو در خدمتتون هستیم و پی می‌گیریم جستار دنباله‌داری رو که از 4-5 نشست پیشین آغاز کردیم، که می‌کوشیم بر بنیاد نظری که در جنبش رنسانس ایرانی به صورت دیدگاه تقریبا دراز مدت بر روی تاریخ ایران پیدا کردیم، تاریخ 500 ساله اخیر ایران رو، از تقریبا آغاز صفویه تا امروز رو، با آن نگاه تحلیل کنیم و اون چی که به نظر میرسه از نظر ما در حقیقت دلایل فنی و انگیزه های انجام رخدادهای مهمی تو تاریخ ایران بوده تو این 500 سال رو از نگاه رنسانس ایرانی باز کنیم، بشکافیم و با شما در میون بگذاریم. طبیعتاً وقتی از 500 سال پیش به این بر سخن میاد، دوره صفویه یکی از جنجالی ترین دوره های تاریخ ایران از نظر نه فقط ناهمسویی، بلکه بعضی وقتا تضاد میان نگاه های همیهنان است نسبت به این دوره که بیش از 200 هم به درازا انجام میده. ما تقریبا میشود گفت که دو نشست رو یا نزدیک به سه نشست رو توی این دوره گذراندیم. حالا اگه نیاز باشه باز گریزی خواهیم زد و دوره صفویه رو هر از چنگایی که لازم باشه بهش اشاره خواهیم کرد، ولی ما پیش از این که وارد دوران قاجار بشیم که پیش از اینم اندکی هفته در موردش گفتگو کردیم، در پایان صفویه یک رخدادی روی میده در ایران که برای خیلی از همیهنان ما با شگفتی همراهه، که چگونه محمود افغان نامی میاد و پایتخت کشور رو میگیره، چرا اصلا اتفاق میفته و بعد در حقیقت برآمدن یه چهره بسیار مقتدر به نام نادرشاه در تاریخ ایرانه، که فکر میکنم حتما به خاطر نشیب و فرازهایی که در این دوره پیش اومده میارزه که از دید تحلیلی یک چند دقیقه در مورد این دوره سخن بگیم. درام گرامی، درود بر شما و رشته سخن رو به دستت میسپارم تا بریم جلو با هم. درود شان جان، درود به هم بیهنان گرامی. بله، صفویه رشته پرسشان دربارش به سر نمیاد، یعنی اینکه دوستان به گزاره این ماها هی میپرسن که من هر وقت اشارت کردم که اون زمان یه حداقل انسجامی سازمانی اینا پدید اومده بود و اینا حتی این دشمنی میون شیعه و سنی رو بهره برداری کرده بودن که یه حداقل ایدولوژی نوین مستقل درست کنن، ایران از داخل اون اقیانوس بزرگ اسلام یا باطلاقش را چی که استعاره کنیم بکشن بیرون. همین هایی میپرسن که خب پس اینا اینطوری بودن، چرا مثلا زرتشتی‌ها رو مثلا قتل عام میکردن؟ اینا اینطور بودن، چرا نمیدونم سیاست علمیشون بهتر نبود؟ اینا من به گذار این زمان نتونسته بودم ظاهرا به همیهنا وضعیت رو بفهمونم که بعد از اون سوزش کلی همه اندیشه و منطقی که در دوران پیش از صفویه رخ داده بود، چیزی جز جنون و تعصب دیگه نمونده بود در سطح کشور و یه سری افراد پیدا شدن، اینا با همین بخشی از این جنون و تعصب تکیه کردن علیه بخش دیگری از جنون و تعصب و با اون بخش اول استقلال ایجاد کردن. ولی خب شما وقتی هست مایه کار جنون و تعصب باشه، خب این توش که بعدن فلسفه کانت بیرون نمیاد که. بعدم این شاه صفوی برخی هاشون شخصا شاهنامه خوان بودن و علاقه هم به سیاست کشوری داشتن. شاه اسماعیل خودش اینجوری بود، عباس از اون منطقی تر حتی. نه چه فایده میکنه وقتی که ارکان زیر دست شما همه مالی خولیایی هن. به کی میخوای تکیه کنی؟
من اینا رو دارم میگم که بعد ما برسیم که به اینکه دست نادرم خالی بود اگه هر کاری می‌خواست بکنه بعدش. هیجان انگیزترین بخش تاریخ صفویه که تمام تاریخ پس از صفویه این همه چی رو کنترل میکنه در حقیقت، چون اون زمان امکان بود که کارایی کرد ولی توانش نبود در خود ملت. امکان یعنی زمانش بود، اما توانش نبود ظاهرا. هیجان انگیزترین زمان زمان شاه عباسه، من عرض کردم اون دیگه نابغه ترینشون بود، اومده بود چه میدونم میر داماد و میر فندرسکی و نمیدونم بهایی رو برکشیده بود، اینا رو به جون شرعیون انداخته بود، فضا رو میخواست تو قزوین باز کنه، تو اصفهان باز کنه. نتیجه چی شد؟ اکثریت روحانیون که به حمد الله والمنه هیچ مزرو بعدی هم نداشتن، کلا مسلمان ها اینجوری هن. همه مالی خولیایی و روانی بودن، اینها دست به دست هم دادن و شاه عباس زیر فشار گذاشتن. اون همه شما معدبانه دادی بیدادی هم در کار نبود، ولی خب روانی هم دیگه. بهش گفتن که اگه شما این وضعیت افکار منطقی رو در اصفهان فراتر از این برکشی، یعنی دعوا به ویژه سر صدرا تراکم پیدا کرد. اون دیگه اومده بود در حقیقت روی شانه های میر داماد ایستاده بود و استنادهایی میکرد به مثلا اشراق فارابی و میخواست یک گشایش هایی در بخش معنوی اسلام پدید بیاره. البته من میر داماد از اون عاقل تر میدونم، صدرا خودش زیادی تو فکرای معنوی گیج بود، گنگ بود، حتی امام راهلمونو دوست داشت، نشون میده که یه جور کارش عیب داشته. ولی آخر امام خودمون نیمه فیلسوف هم بود، این افلاطون هم خودمون، حالا در موردش یه بار دیگه باید صحبت کنیم. نه امام دست کم نگیر، امام مطالعات زیاد داشت، ولی کسی که امام بیاد ازش تعریف کنه باید یه خورده به شک کرد. میر داماد از اون عاقل تر بود. بسیار خوب، اوکی. ولی صدرا اومده بود یک گشایش های رادیکالی انجام میداد، یعنی میخواست باز کنه. آقا این شرعیون رفتن پیش شاه عباس گفتن آقا ما یه مشکل داریم، شما سیستم ما رو زیادی منطقی کردی اعلی حضرت، این همه منطق خطرناکه، بحثای منطقی اینا جالب نیست. و زیر فشار گذاشتنش، بهش گفتن که مگه شما این همه جنگ نمیخوای بکنی علیه عثمانی ها؟ مگه نمیخوای تبریز رو پس بگیری، آذربایجان رو بخشاش پس بگیری، بری عراق رو فتح کنی، شاید پاتو بذاری تو آناتولی، مگه همین کار رو نمیخوای بکنی؟ خب مگه برای این کارا سرباز لازم نداری؟ مگه این سربازا یه چیز لازم ندارن؟ ایدئولوژی مملکت به سامان، فتوای پشتشون هست، تاییدی هست الاخر. آقا اگه تو ما میخوای ما پشتیبانی بکنیم که تو بری مرزای ایران رو دوباره به سامان کنی، حتی تفلی ها احساسات ملی هم داشتن همون متشر اینتانزهی، ولی ذهن منطقیشون چون سوخته بود دیگه، 900 سال از روزگار ساسانی گذشته بود، اینا گفتن آقا تو زیادی منطقی هستی، اگه این منطقیون رو از میدان به در نکنی، این ملا صدرارم اصلا کلن تبعید نکنی، دکش نکنی، ما آخر سر درست حسابی ازت پشتیبانی نمی کنیم. حالا ممکنه به شما دشنام ندیم ولی پشتیبانی هم نمی کنیم. و شاه عباس هم جلوی یه مشکل پراگماتیک قرار گرفت که من چیکار کنم، من همین جنگا رو میخوام بکنم. حالا البته کسی ممکنه بیاد بگه که همین اینجا در حقیقت نشون میده که خود شاه عباس هم متوجه نبوده که باز کردن فضای فکری در اصفهان 100 برابر مهمتره تا باز پس گرفتن آذربایجان غربی. چون شما وقتی فضا رو باز کردی و یه نسل نوعی از اندیشمندان اونجا پرداختی، امکان داره اصلا گشایش درونی در سیستم رخ بده و بعد توان صنعت و دانش تو اینا اصلا 100 برابر میشه، همونطور که فرنگی‌ها این راه رو رفتن. بعد اصلا با یه مچ اینجوری میگیری تا اون عثمانی ها رو تق گردنشو میشکونی بعدن 50 سال بعد. ولی خب طفلی از شاه عباس هم دیگه نمیشه انتظار داشت. شاه عباس که جامعه شناس قرن 20 که نبود، نه تو اون زمان خوش گیر کرده بود. عرض من اینه که صفویا درسته یه کارای اومدن بکنن، ولی اسیر این روزگار مالی خولیایی پس از اسلام بودن، خودشون هم نیمه مالی خولیایی بودن، همونجا بزرگ شده بودن دیگه، یعنی فرزند زمانه خودشون بودن. فرزند خودش کجا می‌خواستن؟ من مثلا این حرفا رو شنیدم که شنیدم به گوش خودم که مثلا شاه اسماعیل که حالا اومده بود دیگه به خلفای راشدین هم دشنام میداد دیگه، اصلا دیگه اینجوری دیگه کات کرده بود. خب عزیز من از اول زرتشتی میشد،
و اصلا ایران و مشکلاتش رو یه جا حل میکرد. کسایی که این حرف رو میزنن مثل اصلا متوجه نیستن که اصلا تو مملکت چیزی اصلا آین زرتشت نمونده بود. یه مش آدم جزامی مثل زرتشتی ها دوربر کبیرا زندگی میکردن، تعدادشون اوائل صفویه خب بیشتر بود تا آخر صفویه، چون بعدن خیلی رو به زور کانورت کردن، گروانده بودن. بله. اما روحی جنگی نداشتن. شاه اسماعیل میخواست بره از کجا آدم گیر بیاره که مثل قزل باش سر ببره. یعنی آیین زرتشت وجود خارجی نداشت تو میدان جنگ. بعدم نکته دیگر اینه که شما به همین شیعه که تکیه میکرد، حالا درسته که 4-5 تا فوش اینا به اونا میداد و تمایز پدید میورد و استقلال امپراتوری رو آماده میکرد آینده، ولی آخر سر هر کسی سرشو میخوارند میگفت بالاخره یه شاخه از اسلامه. درست. ولی که شما به نام زرتشت اگه برمیخواستید دیگه باید تو مملکت و دوروبرش حداقل 10-15 میلیون نفر آدم میکشتیم. درست. از یه جمعیت 20 میلیونی دارم میگم. درست. که جا بیفته. یعنی باید میمودی چرخ قادسیه رو میخواستی برگردونی. خب ببخشید با چه پرسنلی ایشون میخواست این کار رو بکنه؟ از کجا با اون زرتشتی های دوروبر کبیر اینجوری پنهان شده یه عمر تو سری خورده؟ اصلا مگه اونا تو اون آدم جنگی وجود داشت که این بخواد با اون کار رو بکنه؟ از سوی دیگه شرم جان، به هر حال شاه اسماعیل و شیخ حیدر جنید و کلا نسل اونا نسل خانقاهی بودن. از تو خانقاه، بله از تو خانقاه ممکن آدم دلاور آدم جنگجو بیاد بیرون، ولی از تو خانقاه آدم اندیشمند بیرون نمیاد. بابا خودش هم داره تو خانقاه بزرگ شده. میشه یه کسی به من بگه از کجا یارو زرتشتی بشه؟ بعد اصلا گیروم یارو نابغه مثلا عالم بود، ندیده و نشینه رفت زرتشتی شد. اوکی، از کجا میخواد پرسنل جنگی بیاره؟ کاملا این فضای جنگی پس از اسلام، چون ایران سیستمش پاشیده بود و ایلیاتی شده بود، ایلی شده بود، دست ایلای لاتولوت بود که یک همه هم تعصب مذهبی اینا داشتن. دستگاه منظم زمان ساسانیا نبود که شما بیا مثلا به یه قشر میانه و مثلا چه بدونم شوالیه هاش تکیه کنی. درست. تو آدم اصلا مناسب جنگی تو این کشور وجود همین لاتولوت دیگه بودن. دقیقا. یه سری از این لاتولوت ها رو این جنید و حیدر و اسماعیل گرفتن دوره دادن علیه اون یکی لاتولوت ها. همه تمام کشور لاتولوتی بازی شده بود 800 و چیزی وجود نداشت. یا یه لاتولوت با سر لاتولوت دیگر میبردی. درست. چیز منظمی وجود نداشت. فقط نبوغ این اسماعیل در این بوده که از این ورنه به خود ملات شاهنامه وارد کرده، از اون طرف دشنام دادن به این خلفای راشدین رو وارد کرده. من نمیگم که دشنام دادن خیلی کار جالبیه، اون که کسی میگه ایشون پیشنهاد فلسفی کرده با هم دیگه دشنام بدیم، نه، برای اینکه تمایزی که پدید میورد نفرتی رو بالاخره باز کرد. دقیقاً. یعنی کامپرومیسی بود. حالا که از اون آیین زرتشت چیزی نمونده بود و همه رفته بودن یا مرده بودن یا پشت کوهایم شده بودن، این اومده بود از داخل خود مالی خولیایی با یه کلک عجیب و غریب یه چیزی درست کرد که انقدر دشمنی داشت با اون یکی که افکتیولی انگار که تو آینت از نظر فرق با اون یکی زرتشتیه. درست. اون یکی هم که در صورت به اینا همش گبر میگفتن. این سونیا با اینا که میجنگیدن همیشه به اینا میگفتن گبر، ملحد، آتش پرست. هنوز در عراق اهل تسنن انگامی که در مورد این شیعیان یا به قول خودشون رافضی ها صحبت میکنن آتش پرست صفوی میگن. خیلی واژه آتش پرست صفوی رو استفاده میکنن. بله. درباره ایرانیان همه میدونستن این چه کلاهی سرشون گذاشته، ولی بیشتر از این نمیشد. درست. شما اونجا 3 میلیون نمیدونم شوالیه جنگی زرتشتی نداشتی که بخوای اینا رو ریکروت کنی بره باشون 10 میلیون نفر دیگه هم بکشی که اونجا رو بخواد پس بگیره. همچین چیزی اینجا تخیلات ساینس فیکشنیه، فقط ذهن ایرونی هاست که اصلا مزنه ایش وقت وجود نداره. ولی دو سه جا دیده بودم که برخی همیانان شاه اسماعیل رو به گونه ای با اردشیر بابکان سنجیدن و مقایسه کردن، اون حرکتش و اون چیزی که ازش پدید اومد. و من نگاهم این بود که همسانی یا همانندی میان اینها، همانندی طبیعتا این بود که هر دو برنامه داشتن، یعنی با یه ایدهی میخواستن کشور رو یه پارچه کنن. بله. اون با ایده ایران شهری، با ایده تصوف و تشیع و گرفتن استقلال کشور. و خب طبیعتا از نظر مسائل رزمی و دلاوری هایی که نشون میدادن خب هر دو مرد عمل بودن در صحنه نبرد، ولی
واقعا مثلا میگم ما یه فردی مثل تنسر رو که کنار اردشیر میبینیم، اصلا نزدیک به اون آدم هم دوروبر شاه اسماعیل نمیبینیم، نبود همچین نیروهایی نبودن، یا کسانی که بعد از اون آمدن، یا ابرسام مثلا وزیر برجسته، شما در دوره صفوی در دوره شاه اسماعیل وزیری نمیبینید دوستا خانم که اومدن دوروبر مرشد بزرگ یعنی شاه اسماعیل. و مثلا عهد اردشیر که اندرزهای اردشیر بابکانه، حالا بعضی میگن زمان انوشیروان بازنویسی شد و این صحبت ها، ولی اصل قضیه رو تغییر نمیده که شما توقع داری اردشیر بابکانه یه همچین اندرزهای سیاسی بده، از شاه اسماعیل نداریم مثلا سخن برجام مانده ای نداریم جز یه شماری نامه ای که خیلی تهدیدآمیز به سلطان سلیم نوشته و اونم نامه ها رو پاسخ داده. طبیعتا یه مقداری فکر کنم این قیاس به قول عرب ها قیاس معرفارق میشه، کشور گنجایش اندیشگی دیگه نداشت، گنجایش سوخته بود رفته بود، اما هم لاتولوت شده بودن. یعنی اون اردشیر بابکان که می جنگی تکیهش بر لایه آرتشتاران بود، یعنی اینکه یه لایه اشرافی مثلا تو اروپای قرون وسطا این نمیدونم بارون ها و کانت ها و وی کانت ها و دیوک ها و از این حرفا، اونا هم اونور مال خوشون داشتن، نمیدونم آزاد مردان و دهیگانان و نمیدونم واسپوهران و واسپوهران اینا، این رونا تکیه میکرد، یه مش آدمای اشرافی فهمیده جنگجوی پهلوان که وقت آزادشون شطرنج بازی میکردن و چنگ میزدن. درست. میگه وقتی پرسونل اونجوری باشه، وزیرام اونجوری باشه، اصلا فضا مالی اصلا یه سیاره دیگه است. درست. تو یکی یارو همه بچه باز بودن تو مال زمان صفویه. اینو یاد گرفته بودن از روزگار خودشون، یا سربریدن این اون، یا از کله منار درست کردن، یا بچه بازی. این قوی چی میخواد تو این بیاد بیرون؟ همینم که این ورداشته آورده بیرون اصلا معجزه آسمانی بوده. بله. معجزه آسمانی بوده. این از این. بعدم یه پرسش دیگه هست که مثلا خب حالا گیرومی خودش مثلا زرتشتی نشد که بیاد یه حالت معجزه آسا مثلا کاریو که مثلا بابک نتونسته این انجام بده، چون همش میگن حالا که اینقدر جنگجو بود چون دیگه تا ته نرفت اصلا زرتشتی بشه، از این حرف تخیلی اون آدمی که خودش نشد اصلا زرتشتیه اون رو اسماعیل رو میگن. بعد میگن که خب اگه این صفوی ها باز اومده بودن یه انسجام روحی ایرانی درست کرده بودن، چرا خودشون به زرتشتی کشی افتاده بودن؟ یعنی کسایی رو از بین می بردن که عامل ملیت ایران بودن. ها رسیدیم به اصل داستان. من که عرض کردم که کشور کاملا انظر روحی متلاشی و منحرف بود، این وسط یک سری افراد کمی کوشش می کردن یک گشایش های پدید بیارن. بهترین نمونه همه این بررسی ها شاه عباس، دوباره عرض میکنم. دست. شاه عباس هم رفته بود فرنگی ها رو برداشت و آورده بود، از اون بر ارمنی ها رو آورده بود که فرهنگ کاری بیاره، از این بر منطقیون رو گرفته بود دستشون رو باز کرده بود که اون شرعیون رو عقب برونن. میرداماد ارتش رو هم عملا داده بود دست گرجی هایی که به مرور جانشین قزلباشا شده بود. آفرین. یعنی نشون نبوغی ها رو نشون میده. که میخواست ارتش ایلی زبون نفهمی نمیدونم سربوری قزلباشی ترکی اینا رو جایگزین کنه با ارتش درست درمون. و خیلی جالبه عناصر قومی هم که بهشون تکیه میکرد ایرانی نژادا بودن، گرجیا و چرکسا. بله. یعنی اونا که از ایران کلاسیک مونده بودن، ترکینا نبودن. خیلی درست. عجیبه این نکات. دقیقاً. یعنی دیگه هر چی مجموعه نبوغ بود توی مرد بود. من چند بار گفتم این خسرو انوشیروان بعد از اسلام بود. ولی خب چی کار کنی؟ خب یارو خودش وسط گیره. اولا که خودش تو اون لجنزار بزرگ شده، یعنی مثلا تو ماشین زمان میرفتی اون زمان تو این انوشیروان نبود که مثلا وقت آزادش بشینه مثلا فلسفه بخونه، وقتی آزادش بچه بازی میکرد شاه عباس. اولا یه سری ضد فضیلت های عجب و غریب و یعجوج معجوج تو خودش میدیدی. دوما دور و برش که همه این شرعیون از قفس گریخته تیمارستانی ان، خب این با اینا چیکار کنه؟ این اومده 4 تا دوم منطقی رو آورده، میخواد اونا مدارس اصفهان به دست اونا، اون یکی ها گریهشون در اومده که آقا تو زیادی منطقی هستی، اگه تا موقعی که منطق و درشون نبندی ما تو جنگا علیه عثمانی ها نمیتونیم از شما پشتیبانی کنیم، شما عقل رو نگاه کن. خب این بدبخت چیکار کنه با یه همچین قوم مالی خولیایی؟
و کسی اینجا به من نگه که اینجا دیگه فقط تقصیر اون آخونده است، چون اون آخوند و زیردست و کهتر و مهتر و اینا همه تو اون 900 سال لجنزار اسلامی قبلش که این شکلی شده بودن، همه فراوردن. بله همه فراوردن، همه شکلی مثل کسایی که همه کاسه کوزه ها رو سر امام راحل خودمون خراب میکنن. خودمون خب اون امام راحله خب تنها که نبود که، دارا دسته دوربر همه مالی خولیای بودن دیگه. بله مگه آقای ابراهیم یزدی نبود؟ نمیدونم مگه دار دسته آدم کشش نبود؟ لاجوردی اونا که بعدن زندانا رو در دست شد، مگه هرچی دوست آشنا داشت مگه دیوانه و مالی خولیایی نبود؟ مگر اینطور نبود که از سال 77 یعنی دو سال به مجرد اینکه شنیدن که کارتر خواهش کرده که فضای باز سیاسی انجام بشه و شاه هم مخالفت نکرده، این یارو همین زبون نفهمه کیه؟ یارو همشهری منم از عباس عبدی ده. اون یارو خداوندگاره، یعنی زبان نفهمی از قفس اصلا گریخته. این مثلا میگفتش که ما بله ما متوجه شدیم که گفتن فضا باز شده، یعنی فهمیدیم الان باید حمله کنیم بکشیم. این درکشو بوده که فضای باز سیاسی دارد درست میکنن، باید اون لحظه همه رو تیک پاره کنی. این دیگه چه منطقیه؟ یعنی یه بار به سرش نزدی که اگرم که کارتر فشار آورده که فضای باز سیاسی بشه، خب ما بریم تظاهرات های منطقی بکنیم مثلا برای انتخابات آزاد. چه لزومی داره بگیم همه رو تیک تیک کنیم؟ بله. به مجرد اینکه این گزارش پیچید که کارتر گفته فضا رو باز کنید، چی شد؟ اینا شروع کردن با فرسایش های خواسته. اولی سر اون یارو اون فرزند خمینی بود، مصطفی. بله. درگذشته بود داد و بیداد و شارت و شورت و اینا که فلان است. اما خود خمینی هم گفتود که این ورزش نمیکرد، از تنگی نفس درگذشته بود. چی بود؟ سکته کرده بود. خلاصه خودش از پرخوری. بله خودش از پسرش خوشش نمی اومد این مسائل. خب اون اومدن دار و دور و شارت و شورت و نکته های جالب اینجاست. بخش بزرگی از بازاری های تهران قم اینا اجابت میکردن حرفا رو. یعنی خود روحانیون میان رو مونده بودن از میزان مالی خولیایی که در بازرگانای ایرانی بود. بله. حالا نکته خنده‌دار چیه؟ نکته خنده‌دار اینه که تمام پیشرفت اروپا تو قرن 14 و 15 میلادی از لایه بازرگانا آغاز شد. نه اینکه بازرگانا کارشون با دو تا چهار تاست. اونا اون زمان سر زبون ها افتاد میگفتن راتیو ات کالکولاتیو به لاتین. یعنی این که خرد راتیو همون رشنالتی و کالکولاتیو محاسبه. کار بازرگان، بازرگانای ما کارشون فقط مالی خولیای دینی بود. بله بازار بزرگترین پایگاه مذهبیون بود. دقیقا. حتی همچنان که گفتی شهرام آخوندهای میانه رو و خیلی هم سرشناس مثل آیت الله خویی یا آیت الله شیدمداری که اینا تقریبا دوتاشون برجسته ترین علمای شیعه بودن تو اون زمان، اینها اصلا روی خوشی به خمینی نشون نمیدن و موافق این حرکت ها نبودن، ولی اصلا انگار کنترلی هم نداشتن. خیلی جالبه. البته من یک گلایه ازشون دارم. به شدت لازمه جلوی امام راحل وای نستادن، درست، ولی اینا یک حقیقته که وقتی شلوغی ها به تبریز رسید، مالو پرید من شاه عباس به اینجا برمیگردیم، وقتی شلوغی ها به تبریز رسید، یه واقعیته که شریعت مداری حالت نیمه فتوا دستور داده بود که وحشی بازی نباید بشه، درست تظاهرات کنید، دشنام هم به هیچ احدی ندید فلانی بسا اینا، ولی کارا به توحش کشیده شد. درست. یعنی نشون میده که بازرگان های شهر تبریز درست مثل بازرگان های زبون نفهم تهران و از اون دو تا مال زبون نفهم تر مال قم و از همه زبون نفهم اصفهان، اینا آدم های مالی خولیایی مذهبی بودن، درست، اکثریتشون. یعنی این چه جور کشوریه؟ یعنی جهان اسلام اینجوریه. مال فرنگ گفتم تمام پیشرفت از بازرگاناشون آغاز شد، اصلا رنسانس اروپا رو بازرگانا رقم زدن. بر. چون آدم دو تا چهار تا اونان دیگه. بله خانده مدیچی، خانده بازرگان، بانکدار. دقیقا مال ما خداوندگار جنون بودن. یعنی از خود پایین شهریام تو کار مذهب دیوونه تر بودن. بله. خب این چه جور منطقیه؟ این چه جور سرزمینیه؟ یعنی کشورهای اسلام، یعنی این که اصلا یارو مغز افراد متلاشی شده.
حتی اون لایه‌هایی که باید یه کاری انجام بدن ضدش انجام میدن، همه روانی شدن. خب حالا ما برگردیم زمان شاه عباس، این میخواد با این روانی‌ها چیکار کنه؟ چه گلی به سر اینا میخواد بکنه؟ این که رفته هر چی به عقل آدم و جن میرسه که همه رو انجام داده که فرنگی ها رو آورده، آرمنی ها رو آورده، دست منطقیون رو میخواد باز بذاره، سازندگی فلان بیسار، حتی این زرتشتیان هم که میگن زمان صفویه سرکوب میشد، این واسه اینکه سرکوب و اونا نشن، چون تایید زرتشتیان هم دوست داشت. چندین بارم اشاره کرده بود به ایران باستان و هارت و پورت و اینا، شوونیسم ملی داشت، رفته بود یه بخش بزرگی از اونها رو آورده بود در اصفهان در منطقه به نام گبرستان یا گبرآباد سکنا داده بود که مسلمانای مالی خوریایی رو عادت بده به همنشینی با زرتشتی‌ها و به زرتشتی‌ها رو از اون جزام گریختگی به روستاهای دور و ور کویر ببخشید یک لحظه این دوستانم رحم نمیفهمن، به جای روستاهای دور و ور یزد و کرمان بیاره و شهرنشین کنه در همنشینی با دیگر ایرانیان. بله اینا رو بره از تو جزام دور و ور کویر برداشته بود آورده بود اصفهان. دیگه چیکار میکرد بیشتر از این؟ ولی به مجرد این که اولا که در طی خود عمرش که تمام روحانیون گریه و زاری که آقا این همه منطق کار درستی نیست. خب چی درسته؟ خب این که این بیچاره رو همش تو امپاس گذاشته بودن که منطق رو از بین ببر. اگه منطق رو از بین نبری و همین صفحات کلاسیک اسلام رو برنکشی، ما درست حسابی با فتوا تو جنگ علیه دشمن خارجی ازت پشتیبانی نمی‌کنیم. بعد اون بابام که خب بالاخره عمرش که 400 سال نیستش که، یه موقع در میگذره میره، تا موقعی که خودش بود این دیوونه‌ها رو با زیر کنترل داشت. درسته. به مجرد اینکه درگذشت اینا دیگه به حمدالله تخت گاز دیگه رفتن همون جنون اصلی که 900 سال بهش میپرداختن. دیگه تخت گاز دیگه یعنی تموم رفتن که دیگه نهایت سفاهت و حماقت و بلاهت و این واژه رو اصلا به فارسی کلاسیک نمیشود، باید به عربی بگم. خود این آقای چیز بود، سلطان حسین بود. بله. اون ادامه تمام این پروسه وارفتگی بود، یعنی پروسه وارفتن از خنددار از زمان خود شاه عباس آغاز شد، زیر چش خود شاه عباس آغاز شد. این میخواست اینا رو آنکادر کنه، خود قوم نمیخواست. برای اینکه به جنون اسلام دوچار شده بود، 900 سال بود. کسی که از درون به جنون دوچار شده، تو وقتی هم میخوای براش اصلا کاری انجام بدی، تو روت برمیگردی نگاه میکنی میگه آقا من نمیخوام عاقل بشم. این صحبت شاه سلطان حسین کردی شرم جان، خیلی جالب بود که این جریان شورش ایلات پشتون رو به فرماندهی محمود، به محمود افغان معروف شد، مدت ها پیش نگاه میکردم، خیلی جالبه. اینا مثل اینکه یک دادخواستی داده بودن به پایتخت به اصفهان از طرف قندهار و کابل و مناطق که خیلی ما آزار میبینیم، خیلی اذیت میشیم و لطفا دادخواهی کنید، این فرمانداری که گذاشتید اینجا رو بازخواست کنید. وقتی که خبر میرسه به اصفهان، شاه سلطان حسین میگه چیکار کنیم؟ و دو سه نفر روحانیونی که دور و برش بودن و خیلی مش اثر نفوذ داشتن میگن که اینا آدم های سنی نسازی هستن، باید بیشتر از این ببینن تا قدر عافیت بدونن. و گرگین خان رو مأمور میکنن که بره به کابل و قندهار فرمان روای منطقه بشه، که این گرگین خان مثل که بسیار پرآوازه بوده در بگیر و ببند و شکنجه و آزار مردم. و در حقیقت به جایی که خیلی ساده با یه بازرسی و با یک بازپرسی مسئله رو حل بکنن، میان مطلب و حتی دو چندان فشار رو اینا میارن، به گونه ای که وقتی محمودی بلند میشه و قیام میکنه باش همراهی میکنن و آش انقدر شوره که وقتی این لشکر از طریق کویر حرکت میکنه در نزدیکی یزد و کرمان، نزدیک 2000 تن از ایرانیان زرتشتی هم به سپاه محمود افسوده میشه. اونا آدمایی که عموما جنگی نبودن و خیلی صلح طلب و آرام و محافظه کار بودن، نشون میده واقعا در پایان دوره صفویه یا نزدیک به پایان تقریبا همه چی اصلا گسسته بوده و یه تنفری از وضعیتی که در پایتخت بوده نزد مردم بوده. شاهین جان، نه فقط در پایان دوران صفویه، در پایان دوران عثمانی، در پایان دوران همه دودمان‌های پس از اسلام، چون سیستم فکری رو جنون
ساخته شده خودش به هرز میره وقتی ولش میکنی. میگم اینا اومدن جلوی شاه عباس دارن باش صحبت میکنن، دو پاشون رو توی کفش کردن که آقا تو زیادی منطقی هستی. آخه اینم شد تهمت. یعنی چی؟ یعنی اگه ما رو ول کنی ما عاشق مالی خولیا هستیم که آخرم رفتن مالی خولیا رو آخرم رفتن. حالا اون عباس دوم یه جست و خیزایی کرده بود ولی تعارف و آبک بود، بعدن دیگه سلیمان و بعد این یکی روانی سلطان حسین که آدم نرم خوی بود سلطان حسین، ولی موضوع این بود که دیگه اینا کاملا منطقیون رو خونه نشین کرده بودن دیگه. یعنی نه که قبلش خیلی منطقی کاری بود، اون عباس فقط برکشته بود شخصا اندیویجواله. قبل از اون خبری نبود، بعد از اونم خبری نبود. جامعه جنون گرفته تو این گرفته بود تو 900 سال خودش از هیچی رو هیچی نمیشد با این کاری کرد. پیشرفتی که اصلا میسر نبود، دیوانه شده بودن. یکی هم پیدا میشد یه کاری میخواست بکنه، اینا شکنجه میکشیدن. عین زمان پهلوی کسایی هستش که میگن مردم قیام کردن به خاطر دموکراسی، من همیشه از خنده رود و بر میشم. من با افرادی که صحبت کردم که اون زمان تو انقلاب دخیل بودن، چون که کودک بودم بعدن اینترویو میکردم ببینم چی شده، 95% مسئلهشون جنون بود. شاید تو 100 نفر یه 3-4-5 نفری هم بودن که واقعا میگفتن ما به خاطر انتخابات آزاد دنیا یه جست و خیزی میکنیم، ولی اصل مطلب یا جنون مذهبی بود یا جنون ایدئولوژیک چپی بود یا عقده، یا عقده های شخصی بود، داستان های یعجوج و ماجوج نمیدونم تعریف میکردن که نمیدونم، یا یکی میخواست زنش رو کتک بزنه میگفت شهربایی نمیذاره، یکی همسایه یهودی داشت میگفت توف تو صورت اون بکنه شهربایی نمیذاره، نمیدونم یکی دیگه میخواست پشت کفش رو بخوابونه مثل لاتا بره سر کار شهربایی نمیذاره. اینا مشکلش اینا بود. این ملت در این 1400 ساله جانی شده، روانی شده. فقط موضوع اینه که خودش این مطلب زیاد قبول نداره. یعنی وقتی باش صحبت میکنی میگه نه خیلی هم عالیه، فقط چرا حقوق ما آخر ما کمه. سیستمش اینجوریه در حقیقت. مال صفوی هم همین بود. او بدبخت اومده بود 30 سال 35 سال داشت با اینا چونه میزد. آقا اجازه میدید من مدارس رو منطقی تر کنم، حوزه ها رو اجازه میدید چون این کنم چنان کنم، اقلیت های مذهبی رو بیارم کنار شما اسکان بدم، شما یاد بگیرید با اونا رفت آمد کنید. آخر بابا 30 سال 35 سال مرد بود، یعنی یک نسل کامل بود. ولی وقتی رفت از کاراش هیچی نموند. این چی میگه به تو؟ که اون کارای بستر خرابه، بستر خرابه. بله بستر خرابه، بستر دیوانه شده، روانی شده. و اینجوری ما باید صفویه رو ترک کنیم. من دیگه امیدوارم دیگه برای مردم فهمیده باشن، دوباره از فردا دوباره دوستان بگن که آه اینا همونایی بودن که زرتشتیان رو کشتن. خب من دیگه بهشون چی بگم از این همه برنامه؟ درست. که توی یک دیوانخانه ایران اسلامی یه سری افراد پیاده شدن، یعنی اصلش همون اسماعیل یادم نابغه جنگی و اینها، یه سری نوآوری‌های کرده بودن توی اصول این شیعه، این شیعه جنگی درست کرده بودن، فحش و دشنام و اینا به سنی فاصله ایجاد کرده بودن، خودش هم شاهنامه خوند فلان بسا، اینا اومدن بنیاد یک کشور ملی شیعه شده رو گذاشتن. اوکی بسیار خب، خب حالا صحبت مغزا پر از جنون چیکار می‌خوای بکنی؟ با اینا می‌خوای از فردا شروع کنی مثلا فیزیک نیوتن درست کنی یا چی؟ بله. ما اومدیم فقط از توی زباله دونی کامل به نیم زباله دونی برنشستیم، یعنی که تونستیم دستکم یک کشور درست کنیم، ولی ذهن همون زباله دونیه، فقط تونستی یک کشور درست کنه ولی کشش نداره. یکی هم پیدا میشه تازه باهاشون رک صحبت میکنه، مثل اون عباس مو به مو با اینا صحبت میکنه که من چیکارا میخوام بکنم که ما پیشرفت کنیم، بذارید من این کارا رو بکنم. با اونام برمیگردن میگن به والله نمیذاریم. منو دور ببین، این مسئله مقاومت اسلام علیه پیشرفت یک مسئله خودآگاهه. عین همین مقاومت آگاه رو غزالی میکرد. بله. مقاومت غزالی علیه منطقیون، دهریون یا معتزلی‌ها اون زمان چیز ناخودآگاه نبود، چانسکی نبود، خرافی اینا نبود. این یک انگیزه خودآگاه بود که من میخوام در جنون اسلامی زندگی کنم. بله. مال مثلا بپر از غزالی 1000 سال بیش جلوتر، این یکی جانی شریعتی مثلا سخنرانیاش مونده دیگه، خوشبختانه که اینا همشو نوار شده، کتاب شدن هست. یکی از مباحث اصلی شریعتی این بود، تو برخی از سخنرانیاش مرکشتی بود، تو یکیش اکسپلیسیتلی
که میگفت این نامردای فرنگی نزدیک بود تعصب از ما بگیرن به جاش به ما منطق بدن. ولی ما اینو اکسپلیسیت گفته تو جمله، درسته، ولی ما خوشبختانه تمام هوش و حواسمون رو جمع کردیم و موفق شدیم که متعصب و دیوانه بمونیم در حقیقت. کامیاب شدیم. اینا رو گفت، اینم دستاورد ما بوده. یعنی همین جوری هم غزالی میاندیشید، همین گونه هم اکثریت اندیشه پردازهای زمان شاه عباس میاندیشن که جلو اون رو گرفتن. و تو این بستر حالا این صفوی ها رفتن، نادر اومده. حالا این چه معجزه ای میخواد بکنه تو این بستر؟ آغاز کار نادر، البته آغاز کار نادر و پایان کار صفویه با یه حرکتی انجام میشه، تشکیل تقریبا یه مجلس مؤسسان، یک لوی جورگه در دشت مغان با حضور حالا به روایتی نزدیک 100 هزار تن از بزرگان کشور که اونجا سلطنت رو از صفویه میگیرن و میدن به نادر. این حرکت به نظر بعد از اسلام با توجه به که ما دیگه مجلس بزرگانی نداشتیم و اصلا اصولا طبقه بزرگانی نداشتیم، اونا هم که اونجا آمده بودن که خود علامه در نبودن، حالا آدمایی بودن ریش سفید این منطقه و اون شهر و اون روستا بودن، در نوع خودش این یک به نظر من نشان دهنده این است که نادر میکوشه روی یک پل حقانیت یا مشروعیت تغییر دودمان رو انجام بده. حالا شاید به خاطر اون ریشه مذهبی عمیقی که صفویه بین مردم داشتن، خودش به نظر من از خوش نادر داره سرچشمه میگیره، این گونه نیست؟ صد درصد. صفویه با تمام این مالی خولیای بازیشون توی ادامه کار پس از شاه عباس که اونم تقصیر عرض کردن یه نفر نبود بلکه بستر جامعه بود، روی هم رفته، ولی میزان خشونت درون اجتماعی کم بود. یعنی با زمانهایی نمیدونم قبل از صفوی و تاخت و تاز و ترک ها مغولانه قابل قیاس نبود، مامان بعدش هم نبود، دوران آرامی بود و دست کم زمان عباس اول و عباس دوم به روزگار سازندگی اینا به یاد مونده بود. خب اینو مردم یه جوری دوستش داشتن و بعدم همه میدونستن که به وسیله صفویه دارای کشور ملی دوباره شدن. قبلش کشور جولانگاه روانیا بوده، از دشتا برآمده. اینو مردم میدونست، همین رو میدونستن و حتی با اینکه آخر صفویه هم اون پایان عجب و غریب رو پیدا کرد و اینا و تعصب مذهبی هم بیشتر میشد، ولی بازم میزان خشونت با قبلش قابل قیاس نبود، کمتر بود و این آرامش نسبی رو مردم به یاد نگاه داشتن. برای همین نادر میدونستش که خب من اگه بخوام بیام شاه بشم باید یه مشروعیت کار داشته باشه و اصلا پیشنهادم پیشنهاد عالی بود، یه احترامی هم به مردم میذاشت سر این مسئله و الی آخر. ولی مشکل نادر این بود که چی کار میخواست بکنه. اولا که نادر بسان شاه عباس اصلا آدم اندیشنده نبود. نادر یک نابغه نظامی بود، نابغه نظامی بود، در مسائل اجتماعی طرحی نداشت، در مسائل اجتماعی طرحی نداشت، در مسائل اقتصادی هم هیچ طرحی نداشت. کشور رو تا دینار آخر میمکید زیر شلاق با مالیات های کمرشکن واسه اینکه اون لشکرکشی های یال از کوبال در رفته رو فقط انجام بده. عشقش این فتح و فتوحات بود که حالا ما هم که بخیل نیستیم، یکی هم اینجوری ادمین شاه ها. طرحش این بود که من اگه یه خورده این آتش تعصب شیعه رو کم کنم، اون داستان اون کانسپت مذهب جعفری، اگه من آتشش رو کم کنم و سنی ها رو یه جورایی بپذیرانم که عزیز من این درگیری های قبلی رو ما دیگه نداریم، بعد یه اتفاقی میفته وقتی من حمله میکنم این ور رو فتح میکنم اون ور رو فتح میکنم، اینا سنی هن، همه سنی هن دیگه دور بر ایران، اینا به حکومت من آسونتر تندر میدن و میپذیرن به عنوان یه کسی که خصم جان اونا نیست. من گمان میکنم تمام اون طرح مذهب جعفری و یه خورده کم کردن تعصبات مذهبی و اینا به خاطر یک نبوغی که این میخواد الان یک فضای علمی نمیدونم اینا درست کنه مثل اروپا نیست، بلکه یک آماده سازی بود برای اون فتوحات جهانگشا که یه کارهای عجب و غریبی تو ذهنش بود. یعنی میخواد هند رو بگیره، یعنی
2-3 میلیون کیلومتر مربع رو میخواست اونجا بگیره. بعد میخواست حمله کنه تا دریاچه آرال، ازبکا، ترکمنا رو برای همیشه از بین ببره، یه 2-3 میلیون کیلومتر مربع هم اونجا بگیره. بعد توی حمله نهایی میخواست حمله کنه امپراتوری عثمانی رو کاملا ریشه کن کنه تا درون آفریقا و اروپا، یه 2-3 میلیون کیلومتر مربع هم اونجا بگیره. و همه اینا رو توی عمر میخواست انجام بده و بخش بزرگی از این سرزمینا توش سنی میزیست. به نظر من اون داشت فقط این مطالب رو آماده میکرد، ولی آدم نابغه‌ای تو مسائل اجتماعی نبود. چندین و چند بارم همیشه گفته بود که عشقش و الگوش و اینا تیموره. یعنی هیچ وقت مثلا اشاره نمیکرد مثلا به شاه ایران باستان یا از این چیزا. خیلی شاهنامه خونم نبود مثل شاه اسماعیل. تکیه اصلیش رو شاههای مغول بود. اونا رو... یه سری جملاتش ازش باقی مونده شرم جان، البته به خامه میرزا مهدی خان استرآبادی در کتاب جهانگشای نادری، که به هر حال چون منشی نادر بوده هر آنچه که مینوشته احتمالا با تایید نادر بوده، که نشون میده نادر یه فردیست که نسبت به مسئله ایران یه خودآگاهی داره و این خودآگاهی رو بروز میده. یعنی اون علاقه به ایران دست کم توی چندین گزاره‌ای که نادر باقی مونده هستش، ولی این علاقه رو بیشتر فقط داریم میبینیم با جهانگشایی و بزرگ کردن مرزها داره نشون میده. و در درون خب طبیعتاً فشار مالیاتی و هزینه های کمرشکن لشکرکشی ها موجب افت اقتصادی میشه، روستاهای زیادی بی سکنه میشن، مردم ترک میکنن روستاها رو، مردم جابجا میشن و طبیعتاً فشار دوچندانی که برای دریافت مالیات ها بوده دوران نسبتاً سختی رو برای مردم سپری میکنه. ولی فکر کنم یه کردیت بزرگی که باید به نادرشاه داده بشه، ما پس از اسلام به خاطر اینکه روح ملی در ایران شکست، هر کسی که مهاجم بود مثل یک بزرگ راه را برش گشوده شد و آمد. حالا چه چنگیز، چه تیمور، چه فاصله میان اینها، انواع و اقسام اقوام صحراگرد آسیای میانه و ایستادگی ها کم بود. شاید برای مردم هم عوض شدن یک ارباب با ارباب دیگر بود، هیچ کی رو خودی ندیدن که پاش بیستن و دفاع کنن از اون دولت، اون حکومت. حتی دوره صفوی هم میبینیم با وجود قدرت نظامی نسبتا قابل قبولی که صفویه دارن، در برابر عثمانی ها دست بالا رو پیدا نمی کنن. یعنی سیاست صفویه در چندین جنگ عقب نشینی و ایجاد سرزمین سوخته بود از مناطقی از آذربایجان، برای اینکه سپاه عثمانی بعد از گرسنگی و تشنگی ناچار بشه به مرور عقب بره و بعد تو عقب نشینی ها به هر حال حمله میکردن، تلفات عثمانی ها میزدن. دستاوردهای نسبتا جمع و جوری در دوره شاه عباس در خلیج فارس داریم، مثلا در رویارویی با پرتغالیا و هلندیا اینا. ولی در مجموع فکر میکنم نادر نخستین شخصیت یا چهره است در پس از اسلام که در حقیقت اعتبار نظامی ایران رو احیا میکنه. یعنی روس‌ها رو شکست میده، داغستان رو پس میگیره، ازبک‌ها رو شکست میده، عثمانی‌ها رو غیر از یه جنگ بقیه جاها شکست میده و در خلیج فارس هم نشون میده که اقتدار بزرگی برقرار کرده. البته در قالب مهاجم و متجاوز به هند هم حمله میکنه که با وجود اینکه هندی‌ها چندین برابر بوده سپاهشون و ثروتمندتر هم بودن، موفق میشه شبه قاره هندو بگیره. این فکر کنم اعتباری است که میشود به نادرشاه داد، ولی همچنان که گفتیش برنامه‌ای برای توسعه اجتماعی کشور و یا اینکه بکوشه نسلی رو پرورش بده، تغییرات اساسی تو زمینه بده، دیده نشده. والا وقتی که شاه عباس از یک وضعیت ثبات خیلی بالاتر شاه عباس که نباید مثل نادر اول راه میافتاد و کشور دوباره پس بگیره از این اون، شاه عباس که شاه بود از اول و حالا گذشته از اینکه عثمانی ها قبلش بخشی از آذربایجان گرفته بودن، بقیه کشور زیر فرمان بود، ثبات بود. وقتی شاه عباس با یک نبوغ خیلی بالا تو کارهای اجتماعی و سازماندهی و با زمان بسنده هم که چندین دهه در اختیار داشت، آخر نتونسته بود مغز شرعیون مالی خولیایی رو که اکثریت علما بودن گشایش توش بیاره، در جامعه مالی خولیایی اسلامی گشایشی پدید بیاره،
و روی هم رفته اصلا گشایش دراز مدتی در فرایند تکاملی کشور پدید بیاره و هر کاری که کرده بود فقط به زمان خودش محدود بود و با مرگ خودش فرو پاشید. خب این نادر میخواد چیکار کنه که طفلی؟ اینکه تمام زمان مشغول باز گرفتن این ور اونور کشور بود، اصلا فرصت هم نداشت وقت کاری بکنه. و اون هوش سازمان دهنده شاه عباس رو هم نداشت. نادر یه فرمانده نابغه نظامی بود که فقط به شدت مالیات میگرفت، ارکان جنگش رو برمی ساخت، بنز کافی، زنبورک، توپخانه‌ای که لازم داشت و بعد اینا رو با بهینگی به کار میبرد تو حرکات درست نظامی و دشمن رو هی متلاشی میکرد. حالا دستشم درد نکنه یه ثباتی اون وسط بخشی که کشور کاملا نپاشه، ولی هیچ طرحی واسه هیچ امر اجتماعی نداشت، اصلا استعدادش هم نداشت. و من عرض کردم اون یکی که استعدادش رو داشت عباس و شرایطش هم خیلی خیلی بسامانتر بود انظر کشوری، نتونست آخر سر نتونست. هیچ سنگ رو سنگی نتونست ماندگار عباس بذاره. به نظر فقط... میاد نادرشاه هم شرم جان از زمره سپهبدانی است که شاید به نادرست قدرت سیاسی رو هم در کشور در اختیار میگیره و تاج بر سر میگذاره. شاید اگه در مقام فرمانده ارتش یک شاه اندیشمند و با برنامه بود خیلی خدماتش میتونست تکمیل کنه، ولی خب نادر نخستین سردار بزرگی نبود که دست به تاج و تخت برد، در طول تاریخ جهان زیاد داشتیم. اما بدبختی کار ایران این بود که چون سیستم اصلا کانسپت و نظم و اینو نداشت، نادر هم تعدیلش به خودش میگفت یه مقدار، ولی خب بخشم از این میومد که کلا اصلا وفاداری تو ایران بعد از اسلام مرده بود، ولی به خودش میگفت خب من الان برم مثلا ارزم بزرگت که وفادار بشم به جانشین کنونی صفوی که داره برمیاد که خودش قرار بود او رو بر تخت بذاره. خب که چی؟ اینم به حمدالله احتمالاً یه آدم عصبی و مذهبی مثل اون یارو سلطان حسین دیوانه است و کار من این خواهد بود که هر چیزی که اینا در طی روز پنبه میکنن هی کوشش کنم دوباره بریزم. یعنی اینکه هی دور این مرزا رو، این قیاما رو سرکوب کنه اینا، که اینا تو مرکز بشینن جنون مذهبیشون هر روز جشن بگیرن. این تعدیلش، ببین سیستم وقتی سطحش بیاد پایین، که این ایران بعد از اسلام خب سطحش فرو شکسته و نابود شده، یکی از دلایلی که اصلا تو دیگه نمیتونی بهش وفادار باشی اینه که وقتی خودت آدم باهوشتری هستی از بالا سریت اصلا حساب نمیبری، چون همش میبینی اون یه روانیه. وقتی حساب میبری که میبینی اون عقلش از تو بیشتره، تجربهش بیشتره و سنت هم پشتش ایستاده، بعد به خودت میگی خب من چرا علیه این کودتا کنم؟ اما سری که درد نمیکنه دستمال نبند، کارتو بکن. ولی خب این نادرم حتما حالا کنار این طرح‌های جهانگیری و از این حرفا شاید یه 10% هم تو ذهنش میگشتی که به خودش میگفت نادر دست کم این خلا رو سر کار نیاری، خودت بیای سر کار، باز احتمال این که این تعصبات مذهبی رو کاهش بدی بیشتره تا اونو بیان. درسته. اونو بیان دوباره بیان تو همون امتداد رکاب سلطان حسین. بسیار عالی. رسیدیم شهرام جان به پایان نادر. برای نشست آینده فکر کنم گذرا به کریم خان میپردازیم و بعد وارد دوره ماجرای قاجار میشیم و عمیانان مژده بدم که دوره قاجار البته بسیار جذابه، فکر میکنم سخنانی که مطرح خواهد شد، ولی دوره پهلوی ها شاید برای خیلی از عمیانان جالبتر باشه، چون شاید مسائلی عنوان بشه که در رسانه های ایرانی به این صورت کمتر بهش پرداخته شده باشه. ولی همین هاییم که ما در مورد قدما میگیم من مطمئنم باعث نفرین و لعن بسیار میشه، چون میبینه که اینا به هیچی رحم نمی کند، ولی یعنی همش فرق داره با اون یکی که قبل شهیدن. دقیقا. توی یه دو سه دقیقه که باقی مونده میخواستم که سپاسگزاری کنم از همیهنانی که از راه پیپل یا فرستادن چک برای جنبش رنسانس ایرانی به ادامه پخش این برنامه از تلویزیون پارس کمک کردن که بتونیم هزینه ایرتایم رو بدیم. 7 یا 8 تن از همیهنان محبت کرده بودن در ماه گذشته با پیپل پرداخت کرده بودن از روی سایت ما، تارنمای ما برای دوستانی که میخوان دهشمندی انجام بدن، iranianrenaissance.com. وقتی بروید به تارنما
iranianrenaissance.com جایی هست که نام همیاری نوشته، میتونید روش کلیک کنید و با کارت اعتباری از طریق پیپل پرداخت کنید. دو تن از همیانان هم محبت کرده بودن، دو یا سه تن چک فرستاده بودن برای جنبش، که از تمام این همیانان بابت همراهی که میکنن سپاسگزاریم و امیدواریم که همیانان بیشتری تو این زمینه اقدام بکنن که افزون بر پرداخت هزینه‌های مثل ایرتایم برنامه تلویزیونی موفق بشیم کلیپ‌هایی هم درست بکنیم که این کلیپ‌ها جنبه آموزشی داشته باشه، یه مقدار کارها حرفه‌ای بشه که بشه در کلیپ‌های 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای بخش بیشتری از همیهنان رو که توان یا حوصله دیدن و شنیدن برنامه مثلا 50 دقیقه‌ای رو ندارن، اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد و همراه کرد. تو این زمینه شرم جان اگه سخنی داری در خدمتیم، اگر نه میتونیم کم کم به دور بگیم. بله، سخنی که ما هر بار میگیم که چون ملت شکست خورده ایران به گذاره این تاریخ هزار خورده ساله همش به گفتار درمانی خوی گرفته، تو بخش همکاری سستی از خودش نشون میده، در صورتی که وقتی کسی خودش با زمان خودش همکار نیست باید از نظر مادی نهایت همکاری رو بکنه، البته با کنترل، چون معمولا میون خاورزمینی های سوء استفاده و حیف میل هم به حمدالله بسیاره، ولی روش درست اینه که آدم کمک کنه و کنترل کنه، کمک کنه کنترل کنه، کمک کنه کنترل کنه تا اون دستگاه برساخته بشه بیاد بالا. ولی خب این ملت بسانی شکستای خورده که همه منزوی شدن و کارشون دیگه فقط به گزافه گویی رسیده. تغییر دادن این فرهنگ مسئله اصلی و تعیین کننده آینده میانه و دور ایران خواهد بود، که اگه به سرعت تعمیر نشه روی فاجعه ملی تموم خواهد شد. یعنی مسئله فقط این گفتار نیست که ما داریم میگیم، این تغییر تو منش باید خیلی سریع و خیلی شدید انجام بشه. کاملا درست. بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم و سپاس از همیانان ارجمند برای توجهشون. لطف کنید به کانال یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی و با دوستان و هماندیشان به اشتراک بگذارید که اونها هم بیننده برنامه ها باشن. سپاس بسیار. روز و شبتون خوش. بدرود.